در ماتر است جمع عقیل. راه فرار نداری، دست به شمشیر ببری، خانه را برایت جهنم می‌کنی. هاشمیست بن هرایس از طایفه شیران عرب، از تبار حمزه و علی، تا شمشیر در کفش باشد مشکل بتوانیم حریفش شویم. من اکراه دارم او را بکشم بن اشعس، امانش بده شاید تسلیم شوم. من بن اشعثم که با تو سخن میکنم. بخواهی بجنگی و کسان ما را بکشی، امیر به قصاص خون کشته هامان تو را میکشد. تسلیم شو. قول شرف میدهم از امیر برایت امان نامه بگیرم.
حرفی بزن مسلم. مرا میکشی یا امانم میدهی؟ چرا میپرسی؟ من به وعده امان شمشیر نهادم، ورنه تسلیم نمیشدم. کشته شدن در میدان رزم برایم گواراتر بود. امان از گردن فرازی هاشمیان، در حال اسیری هم رجز میخوانند. این طایفه با التماس کردن بیگانند. ما فقط در پیشگاه خداوند التماس میکنیم. خب به خداوند التماس کن، شاید خداوند اجابتت کند و ما را از کشتن نهی کند. از خداوند طلب مغفرت میکنم. عرض نکردم؟ غرور هاشمی اجازه نمیدهد که حتی به خداوند التماس کنند. تو را میکشم مسلم. میدانم آنقدر سخاوتمند نیستی که بر دشمنت ببخشی. میخواهم با یکی از خیشانم که حاضر در مجلس است وصیتی کنم. بسم الله. یبن سعد، بین من و تو خیشاوندی است. وصیتی دارم که میخواهم با تو در میان نهم، مثل یک راز. من رازدار خوبی نیستم، مرا معاف کن. یبن سعد، مضایقه نکن، دور از خوی جوان مردی است. خیشت در آستانه موت است، به وصیتش گوش کن. به وصیتش گوش کنم ناگزیر باید با آن عمل کنم. چه عیبی دارد؟ هرچند که عمل کردن به وصیت چون اویی که مرتد است ثوابی ندارد، گناهی هم ندارد، بر حریت و مردی تو میافزاید. عمل به وصیتش مغایر با میل شما باشد چه؟ باز هم انجامش را حریت و مردانگی میدانید؟ هنوز که وصیتش را نشنیده ای مسلمان. درخواستش اگر مغایر با منافع شخص من بود، عمل کن، مانعی ندارد. اما درخواستش مغایر با شرع مقدس بود، عمل نکن، کفارش را بده. وصیت کن مسلم. به پسرم من حسین خبر بده که بازگردد و به کوفه نیاید. بعد از مرگم جثه‌ام را بستان و در گور کن که بر زمین نماند. در کوفه 700 درهم مقروضم، میخواهم ادا کنی. زره خودم را بفروش و دینم را ادا کن. میدانی از من چه میخواست؟ او تو را امین خود دیده عمر. رازدار باش، امانتدار خیانت نمی کند، هرچند که گاه خیانتکاری را امانتدار می کنند. خب مسلم، وصیت کردی، باز هم طلبی داری؟ تشنه، قدحی آب میخوام. بنو رئیس، آبش دهید، البته در سفالینه‌ای که به حرام گوشتان آب میدهید. او مرتد شده و به هر چه لب بزند شرعاً نجس است. بله امیر. مرتد توی؟ مرتد توی که بی قصاص آدم میکشی و خون کسانی را میریزی که کشتنشان حرام است؟ کسی که از سر خشم و سوء زن آدم میکشد بیشتر سزاوار ارتداد است. نفس و عرق چون توی نجس است که دلت را خانه ابلیس ساخته. ابلیس تویی که به پیروی از هوای نفس بر خلیفه مسلمین شوریدی و بر ولی مسلمین تیغ کشیدی و بین مسلمین نفاق کردی. ارتدادت محرز و مسلم است. من تو را برای رضای خدا خواهم کشت، نه از سر خشم سوء زن. به خدا قسم تو ام الکذبی.
این جماعت اگر مثقالی خوف از خدا داشتند به کذبت شهادت می دادند. افسوس که تعلقات دنیوی چنان مسلمین را افسون کرده که انصاف و شجاعت و ایمانشان زایل شده. ما بر خلیفه قاسب شوریده ایم، ما تیغ بر خلق و خوی قیصر و کسرا کشیده ایم، ما نفاق نکردیم اتفاق کردیم. 12,000 نامه مردم عراق گواه ماست. چرا آب ننوشیدی؟ خون دهانم مانع شد. میبینی؟ خدا هم تو را دوست ندارد، میخواهد تشنه بمیری. این آب روزی من نیست، ورنه دریای رحمت خداوند بیکرانه است. شاید تشنه مردن اجر جهادم را کامل میکند. درک شما از خداوند مثل خودتان حقیر است. خیال میکنید خدا چیزیست شبیه آدمی؟ گناه خودت را دریاب مسلم، معرفت خدا پیش کشد. گمان میکنید در خلافت حقی دارید که خلیفه را قاسب میخوانید؟ گمان نیست، یقین است. شنیدید برادران؟ شنیدید؟ اصل و اساس دعوای اموی و علوی روی همین ادعاست. هی صغرا کبرا میچینند که وای دین، وای سنت پیامبر، وای قرآن، وای حدود احکام و قص علی هذا. این قول صریح و قاطع و محکم پیامبر است که فرمود کسی از من ارث نمیبرد. همه صحابه دور و نزدیک پیامبر بر این حدیث نبوی متفق القولند. حضرات چون نمیتوانند آشکارا با این حدیث بجنگند، خلیفه را دراز میکنند که چه؟ که بدعت آورده. بدعت؟ من نیز حدیث شریف نبوی را که نقل کردی شنیدم. علویان دایه ارث و میراث ندارند، در خلافت حقی دارند مثل همه مسلمین. خلافت شایسته صلحا و نیکان و مقربین و مؤمنین امت است. به خدا قسم علی و اولادش مقربترین و با تقواترین مردمان امتند. این سخن من نیست، خلفای پیش از علی هم به دیانت، تقوا و علم علی گواهی دادند. خاموش شدم! دروغ‌هایت را به خلفا نسبت می‌دهید؟ به خدا قسم تو را طوری بکشم که از آغاز دین تا کنون کسی را مثل تو نکنده باشند. تو در خور آنی که بدعت‌های بی سابقه در دین پدید آوری. از تو بعید نیست کشتار نامردانه و بریدن اعضا و رفتار رذیلانه و مسخ کردن نش و سنکوب کردن میت. کیست و ایچه از این مرتد زخم خورده باشد؟ منم امیر بکیر ابن همران احمری. این زخمی است که مسلم ابن عقیل بر من زده. بکیر، او را از کنگره بالای قصر پایین بینداز و سر از تمش جدا کن. بله امیر. برو.